استاد، این یک دست نوشته از آقای مطهریه. من میخوام به یک پرسش برسم که حالا من تایپ شدهش رو اینجا دارم براتون عیناً میخونم. آره، اینجا میاد و آقای حضرت امام از آقای مطهری میخواد که یک سری افراد رو برای شورای انقلاب ایشون معرفی کنه و میاد به ترتیب، البته من صحت این دستخط رو از آقای علی مطهری همینجا، این جایی که من هستم، این پیج حساب آقای علی مطهری پسر هستم، آره من صحت دستخط رو گرفتم ازشون. اینجا میاد و میگه که آقای مهندس بازرگان متدین و متشرع در توجیه جوانان به اسلام خیلی فعال بوده در 30 سال گذشته و الهازم. مهندس عزت‌الله صحابی به همین تفسیر، به همین تعریف. آقای صدر حاج سید جوادی به همین صورت تقریبا کم و بیش تایید کردن آقای مطهری در معرفی به امام. آقای مهندس کتیرایی، آقای دکتر صحابی و آقای ابراهیم یزدی. بعد میاد و اینجا میگه که بعضی افراد دیگر نیز مطرح شدند ولی از برخی جهات تردید وجود دارد یا مورد تردید بودند. آقای سید علی آقای خامنه ای، منشأ تردید روحانی بودن ایشان است که آیا واقعا مصلحت هست فردی روحانی به عنوان فردی که فعلا یا بعدن کاندیدای پست دولتی شود در شورای انقلاب مطرح شود؟ در مورد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم می‌فرمایند منشأ تردید در ایشان اینان همان است که در مورد آقای خامنه ای مطرح کردم. یعنی بحث، و من تایید این دستنوشته رو از آقای مطهری گرفتم، گفتم بله این دستنوشته صحت داره. این قرائت 58 بوده. موضوع سوال من حالا چیه اینجا؟ موضوع سوال من 57 بوده دقیقاً، که ولایت فقیه و جمهوری که مد نظر آقای خمینی بود از نجف تا نوفل شاتو و تا حتی قبل از شورای انقلاب چی بوده و چه اتفاقی برای اون افتاده که آقای مطهری به امام میفرمایند که تردید من از معرفی اینها این است که بعداً به عنوان روحانی بخوان در حکومت بیان. بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که اصلاً هدف حکومت روحانیت نبوده است؟ من میگم اصلاً خود ایشون هم میگفتن که من میرم قم و در واقع تعریفی که ایشون از نقش خودش داشت، تازه شما میتونید بحث رهبران و مدیران انقلاب دو مقوره جداست. رهبران انقلاب چون عجینن با جریان انقلاب، نقششون نمیشه باید محدود کرد غیر از مدیرانه. مدیران انقلاب کسانی هستن که بعد از رهبری نقش تأسیسی داره تو جریان انقلاب. بنابراین معمولا شما نگاه بکنید اکثر انقلابات سالها بعد قانون اساسیش تدوین میشه، چون در زمان بودن رهبر نمیتونن با قانون خیلی محدودش کنند. خب ایشون آقای خمینی پذیرفت و این از یه جهت مثبت بود که ما در واقع خیلی زودتر از خیلی انقلابات دیگه رفتیم به سمت تدوین قانون اساسی. و همون زمانم در واقع ایشون تعریفی که ارائه میداد از ولی فقیه و از نقش خودش، یک کسی بود که در چارچوب قانون و در محدوده قانونه و نقشش هم نقش نظارتیه. این قرائت مطرح بود. قانون اساسی دوم سال 68 اول اومدن به پسفند مطلقه اضافه کردن، دو اومدن دامن اختیارات رو افزایش دادن، سه هیچ تناسب بین اختیارات و مسئولیت ها وجود نداشت، و فاجعه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع یه انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره باید یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشود نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% بیان رأی بدن.
اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصوابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبری وجود نداشت. نتیجه هم شد چیزی که ما الان میبینیم. از اون ور هم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سالا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تعیین کردن، یعنی همه رو، یعنی همه باید قدرشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم. در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، اینقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما، ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز به اسم حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیایم بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه تو قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش ندارید. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی ندارید این اصلا صاحب به انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بله اگر رای غیر از این بخوام برن مجبور میشن، این اتفاق خواهد افتاد، مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن، یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه. ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه که نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرناک، اصلا ممکنه که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهته که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق به من مانه، یه مستاقی که زی سراح باشه. میگم آقای خامنه ای سال 68 راجع به خودش اون تعبیر رو به کار میبره، شما یکی در تراز آقای خامنه ای سال 68 هم را ندارید راه کنید. برابر این باید اصلا این بحث رو درش رو بحث به نظرم. باید رفت به سمت اینکه همه نهادهایی که انتخابی مستقیم اند، رئیس جمهور، اینا تو انتخابات دموکراتیک اینا این رفراندوم برگزار بشه. بله بله. رهبری میفرمایند مردم تحلیل ندارن. نه مردم تحلیل ندارن. اصلا ببینید اصلا آقای هم آقای خمینی هم آقای منتظری وقتی بحث ولایت فقیه رو مطرح میکردن، اینا مهمترین مسئله شون چون این که ریشه چیز نداره، که ریشه دینی نداره که به این ولایت فقیه، اون ولایت فقیه که تو فقه مطرح بود، اون ولایت بر ایتام و صغار و اینا بود، قلمروش محدود، اختیاراتش محدود، خیلی اندک مشخصی است در حیطه سیاسی، تو قدرت سیاسی نبود، منشأ عرفی و انتخاباتی بره. داره منظورتون اینه؟ بله. منتها دغدغه اینا این بود که آقا چون جامعه جامعه اسلامی است، باید ما با یه سازوکاری مثلا شرعیت امور رو تضمین کنیم، نظارت بر شرعیت امور رو اینا وجود داشته باشه. من میگم اگر شما یه انتخابات برگزار کنید، یه مجلسی باشه که مجلس منتخب مردم هم باشه، این مجلس هم میتونه نظارت بر شریعت امور بکنه، شورا نگهبان هم میتونه این کارو بکنه. یعنی میخوام بگم اگر دغدغه‌شون اون باشه، وجود شورا نگهبان میتونه چنین دغدغه‌ای رو برطرف بکنه. اصلا لزوم نداره حتما شما کسی به اسم ولی فقیه داشته باشید. بله. اتفاقا در همین رابطه با نظارت بر رهبری، اولا که باز بعد از اینکه اعضای خبرگان انتخاب میشن، باز رهبری میتواند ناظر بر خودش را جایی منصوب بکند، یعنی بعضی از این آقایون منصوب رهبری در جاهای دیگر هم هستند، در مجمع تشخیص، در جاهای دیگر، در امامت جمعه، رهبری اینها را میتواند منصوب بکند، یعنی منظور ناظر را میتواند جایی منصوب بکند. این یکی. یکی آقای سید احمد خاتمی فرمودن که اصلا بحث نظارت نیست، ما در قانون اساسی اصلا بحث نظارت بر رهبری رو نداریم، بحث کشف ایشون هست. اصلا حالا این بحث کشف هم یکی از این
اصطلاحاتی بود که آقای مصباح باقیله. بله. من همون موقع چیز مفصل نوشتم تو کتاب گفتمان‌های دینی معاصر، یه فصلش راجع به همین نظریه کشفه که نشون داده واسه نظریه کشف چقدر نظریه بی مبنای از لحاظ فقهی. یه بحثی تو معاملات تو فقه داشتیم رو برداشتن آوردن تو بحث سیاست و اینا. و اما اصلا من فرض میگیرم که اصلا شما قادر به کشف بشید، آخه یه مصداقی باید تو عالم خارج وجود داشته باشه که شما کشفش کنید. یه خیلی رئالیستی که نگاه کنید، بله، کسی نداریم که زی سر راه باشه، واجد شرایط باشه. آخه نمیشه یه کسی باشه که نمیبینیم بعد شما بیاد کشف کنید. نمیشه کسی که هیچکی نمیبینه نه وجود خارجی داره شما یه پرده برداریش کنید. یعنی چی؟ منتفیه پس این بحثه. بعد من پرسش آخرم رو، پرسش آخر رو بپرسم از شما، واقعا خستتون کرد، من عذرخواهی میکنم. دوستان پرسیدن که واقعا آقای یک شخصی نمای شکویی پرسیدن که پشت پرده عزل منتظری رو شما چقدر میتونید امروز یک شکل دیگرش به ما بگید، چه چیزی دارید که به ما بگید و مردم بگید؟ و در مورد نامه آقای منتظری، نامه ای که بعضی ها میگن سید احمد نوشته، بعضی ها میگن نه خود امام نوشته. حالا ببینید پشت پرده که همچنان به نظرم باید زمان بیشتر بگذاره تا گفته بشه و شنیده بشه. خیلی چیزا هست که همین الان مثلا کسایی هستن در حیاتم، یکی از آقایون مثلا وقتی تعریف میکرد که مثلا جلساتی بوده که اینا میشستن از مدت‌ها قبل از برکناری آیت الله منتظری، اون جلسات بحث میکردن، تصمیم میگرفتن، بعدشون میگه من خاطراتم هم نوشتم راجع به اون جلسات، افرادی که حرف زدن، نظراتی دادن، تصمیمات که گرفته شده، و میگه من گذاشتم یه وقتی منتشر بشه خاطرات. خب اونا بعد یه روز منتشر بشه به عنوان پشت پرده ها تا معلوم بشه کیا بودن، چه بحثایی میکردن، چه استدلالایی داشتن. به همین جهت خود شما چی دارید در آره. ما منتها چیزی که من خودم قبلا هم گفتم فکر میکنم خیلی مهم بود و دیگرانم بهش خیلی کم توجه میکنم، میدونید میاد بحثای فرعی طبیعیه که مثلا برای اینکه اصل قضیه گفته نشه مثلا موضوع صد مهدی هاشمی خیلی عمده میشه. اصل مسئله اینه که آقای منتظری یه نامه های نوشت مثلا از سال 65، مثلا یه نامه نوشته بود به ایشون تو جریان انتخابات مجلس بود که آقا برای چی باید این همه روحانی تو مجلس باشه. آقا مثلا ایشون یه تعبیری هم داشت میگفتش که مثلا حکومت اسلامی که حکومت آخوندیسم نیست، مثلا همه جا رو بده دست آخوند. یه نامه نوشته بود که اینا تو کتاب خاطراتشون هست، گفته بود که چرا باید پستای کلیدی دست روحانیون باشه، ریاست جمهوری، ریاست مجلس. ایشون گفته بود حالا قوه قضاییه مسئلهش علا حد است به خاطر مسئله قضایی و شرع و فلان و اینا، که حالا قوه قضاییه هم باید مستقل از حکومت باشه تو دیدگاهی. بله، استقلال قوا. خب طبیعی است که وقتی یک کسی تو این نامه هاش میگه خب چرا پست کلیدی باید دست روحانیون باشه، چرا مجلس، ایشون حتی میگه که مجلس بایستی متخصصین رشته های مختلف باشن، این همه آخوند تو مجلس چیکار میکنه. خب من یه عده احساس خطر میکردن دیگه، فکر میکردن خب آقای منتظر با این دیدگاهش یه فردا قدرت بگیره دست، معنیش اینه که خیلی از این آقایون دیگه تو این مناسب کلیدی نباید باشن. به نظرم این خیلی مهم بود و مؤثر بود تو این که یه عده رو سوق بده به این سمت که مشارکت کنن توی این که یه جوری این آینده رو تغییر بده. واضح تر بپرسم سوالمو، چقدر معتقد به مثلث آیت الله خامنه ای، مرحوم هاشمی و سید احمد خمینی در عزل منتظری هستید؟ چقدر این
گزاره درسته؟ والا خود آیت الله منتظری و دوستان نزدیک به ایشون قائل بودن که آقای خامنه توی قضیه نقش داشته. نه، جزء پرسش‌های مردمه. معمولاً تصوراتی که همون موقع وجود داشت و هنوزم وجود داره، یکی آقای احمد آقا بود، یعنی معتقد بودن ایشون نقش اصلی تر رو داره، یکی هم آقای هاشمی در درجه دوم. حالا مثلا یه دی میگفتن نه اصلا آقای هاشمی کارگردانه قضیه است، ولی خب واقعیت اینجوری نبود. یه دی نقش احمد آقا رو بیشتر میدیدن، ولی به نظر من آینده ها نشون میده که شاید حتی از حاج احمد آقا افراد موثرتری بوده. مثلا من معتقدم نقش آقای ری شهری رو بیشتر باید روش مطالعه کرد، حتی تو خط دادن به احمد آقای خمینی. بله. حالا اینکه خود اون پس و پشتی داشته یعنی بحث دیگه است. حالا اون آیا مثلا یه جریانی بوده باز داشته هدایت میکرده؟ بالاخره آقای ری شهری به چه دلیل فرض کنید این نقش رو داشته؟ حالا اون یه بحث دیگه. برخی میگن آقای منتظری گویی عمدی در این نامنگاری هاشو در این اصاراش داشته که میخواست اصلا نباشه، چون که مثلا الان 4 ماه دیگه 6 ماه دیگه با توجه به سن سالی که حضرت امام داشتن حوصله و صبر میکردن و میتوانستن کلی منشأ تغییرات بهتری بشوند. خب من همین پرسیدم از ایشون. خب تو همین مصاحبه که من با ایشون داشتم و بعد رحلتشون از بی بی سی پخش شد و منم اصلا به خاطر پخش هم مصاحبه بله بازداشت شدم، حتی مصاحبه 4 سال قبل از فوت آیت الله منتظری بود. دستگاه اطلاعاتی فکر میکردن که این مصاحبه همو ایام انجام شده و برنامه‌ریزی شده برنامه‌ریزی شده که مثلا ایشون فوت کرد از بی بی سی هم پخش بشه، چون میگفتن این اتفاقی که افتاده اون تشییع که خیلی غیر منتظره بود تحت تاثیر این بوده و اینا رو می‌خواستن یه جوری بگن برنامه‌ریزی شده بود. حالا یه بار دیگه ما بگید چی فرمودن؟ من آره ثابت کردم که اصلا این 4 سال قبل از فوت ایشون انجام شده. و تو هم مصاحبه این سوال رو پرسیدم، البته بی بی سی از اون 1 ساعت حدود نیم ساعتشو پخش کرد، متن کاملش شاید رو سایت آیت الله منتظری باشه ولی پیاده شدهش یک کتابی به زودی در میاد. تو اون مصاحبه ازشون پرسیدم، گفتم بالاخره ببینید خیلی هم میگن شما که از وضع آقای خمینی اطلاع داشتید و میدونستید که بیمارن و یعنی اگه شما چند ماه صبر میکردید خب همه این ایدئالاتون رو میتونستید خودتون پیش ببرید. آقای منتظری میگفتش که خب حالا از کجا معلوم که من زودتر از امام از دنیا نمیرفتم، من باید روز قیامت جواب داشته باشم. آقای منتظری نگاهش فرق میکرد. این نوع نگاه ها نگاه هاییست که همیشه باب توجیه رو باز میکنه، یعنی خیلی آدم ها نسبت به یه چیزهایی میتونن سکوت کنن با این توجیه که خب من میخواستم بعدن یه کار مهمتری بکنم، و خیلی ها میتونن با همین منطق نسبت به هر ظلمی سکوت کنن، زیر سیبیل رد کنن. همین هر آنم خیلی ها هستن ببینید از بعضی اتفاقات ناراحتن ولی هیچ نمیگن، حواله میدن به یه کار مهمتر، به یه زمان مهمتر. آقای منتظری میگفتش که اولا احساس تکلیف میکرد یه اتفاقی افتاده، وظیفه خودش میدونه همین الان موزه بگیره، و میگفتش که حالا کجا معلوم که من زودتر نمیرفتم. چقدر این منطق شما رو قانع کرد، خود شخص شما رو؟ نه بالاخره ببینید ما فراوون دیدیم، فراوون مثلا یه کسی بود فرض کن همسرش سرطانی بود، چند سال هم بود داشت دست و پنجه رو میکرد با من. یک نفر تصور نمیکرد که این خودش فوت کنه بعد همسرش بعد چند سال از سرطان نجات پیدا کنه و زنده بمونه. از این اتفاقات مگه کم افتاده؟ زیاد. هر کی
تو زندگیش میتونه از این مثالا پیدا بکنه. خب آقای منتظری میگه که آقا اگر مثلا آقای خمینی سال 58 که به هر حال مشکل براشون پیش اومد، همون موقع خب این نگرانی ها مطرح شد که اصلا دلیل این که اومدن بحث قائم مقام رهبری مطرح کردن این بود که نگران بودن هر آن اتفاقی برای رهبر انقلاب بیفته دیگه، بحث قائم مقام ایشون مطرح شد. ولی از اون زمان تا فوت چند سال طول کشید؟ خیلی اینجوریست که بشر بتونه مثلا تعیین کنه کی زمان فوتش کی میرسه. اصلا نوبتی نیست. یک کسی که شما انتظارشو ندارید و احتمالشو نمیدید فوت میکنه، یک کسی که انتظار دارید فوت کنه ممکنه 20 سال دیگه عمر کنه. آقای منتظری خب واقعا هم اهل توجیه نبود، چون میگم این باب توجیه برای خیلی هست و همین که حرفش این بود میگفت که برای کجا معلوم مزودتر نمیفته. دو تا شخصیت داریم عنوان پرسش پایانی. یکی آقای رئیسیه، با توجه به نگاهی که من بالا مطالعات شما در حوزه حقوق و فقه و حقوق بشر اینا هست، در دوره‌ای که ریاست قوه قضاییه داشتن خیلی‌ها میگفتن که آقای رئیسی رو کرده مبارزه با فساد و اصلاح در قوه قضاییه را داره، و بعد که دیدیم حالا با هدف ریاست جمهوری به قول معروف شاید بعضی از کارها رو انجام میداد، نظرتون در رابطه با رئیس قوه قضاییه و آستان قدس و این رئیسی چیه؟ رئیسی ریاست جمهوری. حالا من کسیم معتقدم ببینید اگر شما واقعا معیارای شایسته سالاری بشناسید، من فکر میکنم که اصلا برای خیلی از مناسب مناسب نبودن آقای. اصلا شما ببینید من گاهی سوال میشه برام، میگم خب اصلا کسی که الان بعد از 40 چند سال تجربه، اصلا کسیش درس هم نخونده باشه، فقط تو متن حضور داشته باشه، خیلی باید مهارتش و سنجیدگیش توی بیان و توی نکته سنجی خیلی باید بالا باشه دیگه. ولی وقتی مثلا هر روز میبینیم توی حرفی توی نطقی اشتباه رخ میده، خب من یه لحظه پیش خودم میگم خب فرض کنید آدم بعد از 40 سال وقتی این وضعیت داشته باشه، خب مثلا 40 سال قبل چی بوده؟ با در مورد مثلا جون آدم ها تصمیم میگرفته، قاضی بوده. این مشکل ایشون نیست. اصلا شما برگرد اول انقلاب، واقعا بسیار از کسایی که اول انقلاب اومدن، خود آقای هاشمی میگفتش که مثلا ما رفته بودیم وزارت کشور، توضیح میداد که یکی از خاطراتش که اینا حتی مثلا پاراف کردن هم بلد نبودن، یعنی انقدر همشون بی تجربه بودن. ببینید حالا یه عده زمان گذشت، رشد کردن، تجربه پیدا کردن، تحصیل کردن، یه عده استعدادشو نداشتن، رشد نکردن. حالا یه کشور این همه هزینه داد، یه مش آدم صفر کیلومتر که من میگم بعضی هاش میگه بخشنامه تو دهه 60 بود، من یادم نمیره، حالا شاید قدیمی وزارت خارجه بدونن، تو دهه 60 بخشنامه شده بود در مورد اینکه مثلا پرسنل توی همین ادارات و دفاتر که نشستن مثلا کفششون رو در نیارن، جورابشون رو در نیارن، یعنی در مورد این که آقا این بویی که متساعد میشه و آزار دهنده است، در مورد این بخشنامه میدادن. وزارت خارجه خیلی جای با کلاسیه، نه همه چی به هم ریخته بود. آره شما ببینید مثلا بخشنامه صادر میشد که آقا مثلا پاتون بو میده، جورابو در نیارید، کفشو در نیارید. خب آدمای 0 کیلومتر اومدن این کشور دست گرفتم، چقدر این کشور هزینه داد تا این آدما یه ذره تجربه پیدا کنن، رشد پیدا بکنن. بعد 40 سال یه دو اومدن ما رو برگردوندن خونه اول، میخوان همون خطای اون موقع رو تکرار کنن و بعدم همه رو میریزن دور، میخوان هر چه آدم 0 کیلومتر، فقط به خاطر اینکه امینن، فقط به خاطر اینکه
فکر میکنن مثلا توی نهادهای وابسته به خودشونن اینا رو آوردن شما تعهد و تخصص تو دانشگاه ها تو وزارت خونه ها تو ادارات مختلف. الان شما با یه آدمای روبرو میشید بعضی وقتا مصاحبه هاشون رو ببینید اصلا حیرت انگیزه، طرف شهردار فرماندار یه چیزایی میگه که تا چند روز مضحکه میشه توی شبکه اجتماعی. بله یه آقایی بود که در مورد جمعیت 50,000 نفری میگفت که میگفت جمعیت شهر شما چند نفره بخشدار یا فرماندار بود، میگفت که جمعیت شهر شما چند نفر، میگفت 50,000 نفر. بعد میگفت پس شما چرا میگه 1,000,000 ورزشکار داریم؟ یعنی میگفت که ما 1,000,000 ورزشکار داریم در حالی که جمعیت 50,000 نفر ما داریم. بله حالا میخوام بگم بنابرای اگر شما با این میاره شایسته را نگاه بکنید که بسیار از کسی که بودند و هستند واقعا اصلا شایستگی این جایگاه رو ندارن. ایشون که حتی بحث رهبری هم بود، جانشین رهبری در مورد آقای رئیسی مطرح بود. حالا برحال ما که دارم میخواد بیشتر شوخی تلقی کنیم ولی یه عده دوست دارن اینا رو جدی دنبال کنن. این بحث رو یه شخص دیگری هم بود که به شما هم ارتباط پیدا کردی دوره ای، آقای اژه‌ای در یک دادگاهی هم ریاست دادگاه شما رو به عهده داشت. آن اژه‌ای و این اژه‌ای رو تفاوتی میتونید مثلا براش داشته باشید شما؟ بالاخره آقای اژه‌ای از وقتی اومده نشون میده که یه مقدار رفتارش نرمتر از اون چیزی بوده که دیگران تصورش میکردن. ولی ببینید من خودم اصلا ارزیابیم بر اساس مثل این نمایش ها و این رفتاره رسانه‌ای نیست. من خیلی ارزیابی معطوف به عمل انضمامیه. ببینید مثلا آقای اژه‌ای که اومد یه حرکت خوبی انجام داد، فراخوان دادند که نخبگان نظراتشون رو بده، خب خیلی تاثیر خوبی هم داشت، یه دم استقبال کردند، یه جلساتی هم گذاشته شد، یه دم رفتن حرفشون زدن. مثلا با خود منم چند بار تماس گرفته شد، دعوت کردن، منم بنا به ملاحظات که داشتم توضیح هم دادن، گفتم با من کسی کار حقوق بشری میکنم، من با افراد سیاسی نمیتونم بیام، بعدم اگه بیامم من تا ما به ازا نداشته باشه نمیتونم توی ملاقات با هیچ مقام حکومتی شرکت کنم. مثلا شو مقام قضایی است، اگر من بدونم که مثلا میام از دل این دیدار فرض کنید لغو چند تا حکم اعدام یا آزادی چند زندان سیاسی در میاد، یه خروجی داره. مثلا فرض کنید من بگم آقا بر اساس همین قوانین موجود و به استناد مبانی فقهی و شرعی و اینا اعدامای زیر 18 سال اصلا قتله، اصلا جرمه، و این توجیهاتی هم که میارن هیچ کدوم اقناع کننده نیست، وجدانی نیست. بعد یک کتاب جلد دو کتاب حق حیات بحث گسترده است راجع به اصلا ادله فقهی و حقوقی من اعدام زیر 18 سال. گفتم مگه مثلا من بتونم بیام بگم آقا فرض کنید بر اساس مبانی دینی و همین نظام قانونی فعلی مثلا میتونید شما دستور بدید اعدام زیر 18 سال متوقف بشه، خب این یه برونداری است، اقناع کننده است، میتونه توجیه باشه که آدم بره. من نرفتید؟ آره، ولی چون هیچ تضمینی وجود نداشت برای اینا خب من نرفتم. البته نامه نوشتم، مثلا همین مورد رو یه نامه تفصیلی نوشتم، همین ادله‌ای که می‌خواستم حضوری بگم و مکتوب کردم و برش هم گفتم پیرو این تماس و درخواستی که داشتید من اینو بهش که حضور بگم می‌نویسم. تو روزنامه هم اومد چاپ شد. ولی ببینید عرض من اینه که این اصلش حرکت خوبی بود، ولی اونی که ملاک ارزیابی قرار میگیره اینه که در عمل چه اتفاق افتاد. در عمل اگه تغییر اتفاق نیفته خب ببینید در حد شعار خب مثلا اهمیت نداره، اون چیزی که برای مردم مهمه تأثیر عملی تو زندگیشونه. ببینید مثلا شما یه چیز الان به من نشون بدین از مثلا سخنان مرحوم بهشتی آقای خامنه‌ای. بله بله. که مثلا گفتن ستمگران عاقبتشون اینه، ستم چقدر چیز بدیه. خب
به لحاظ انتزاعی درست حرف خوبی هم هست، ولی ببینید ما از لحاظ انضمامی یعنی روی زمین تو واقعیت باید ببینیم چه اتفاقی بود. هیچ ستمگری تو دنیا نمیگه ستم خوبه، همه ستمگر عالم رو نگاه کنید همهشون میگن ستم بد عدالت خوبه. این که ستم بد و عدالت خوبه که چیزی عوض نمی کنه، من باید ببینم تو عمل چه اتفاقی میفته. ستم هم خودش یه واژه نسبی است. آقا شما ببینید مثلا تو همه سیستم غذایی زمان آقای شاهرودی ایشون بحث میکرد در مورد اینکه آقا ضابطین باید محدود بشه، یا آقای جعفری دولت آبادی وقتی شد دادستان تهران تو مراسم معارفش یه جمله گفت، منم هم موقع تقدیر نوشتم فرستادم، ایشون گفتش که ما اجازه نخواهیم داد ضابطین بر قضات حکومت کنند. خیلی جمله خوبیه حرف آقای جعفری. در دوره آقای رئیسی یک کمی حالا شبیه حرف زده شد، آقای اجایی چند بار حرف زده، حتی ایشون گفت باید یه آیین نامه تنظیم بشه. من میگم خب برای تو عمل چه اتفاقی داره میفته؟ آقایی که نمیشه مثلا 20 سال 30 سال شما هم میگید آقا ضابطین باید محدود کنیم، ضابطین نباید برقضات حکومت کنه، ولی همین الان ضابطین از بازداشت تا محاکمه تا بعد از محاکمه تصمیم گیرنده وقتی میگن حکم می نویسن تحویل قاضی ها میدن. من شنیدم. آره من خب بگم که به هر حال من به عنوان بله به عنوان کنشگر سیاسی موضع آدم میتونه فرق کنه، به عنوان کنشگر سیاسی میگه آقا همین حرف زدن هم خوبه، همین رفتار نمایشیش هم خوبه. حالا من به عنوان یه مدافع حقوق بشر بیشتر ارزیابی ها معطوف به نتیجه است. نتیجه است یعنی که تو عمل چه اتفاقی داره میفته. آیا مثلا من میتونم فرض کنید این اعدامی که میدونم ناحق جلوشو بگیرم؟ ببین من یه چیزی رو تاکید کنم، من منکر این نیستم که اتفاقای خوبی افتاده. ببینید مثلا خود من پیش اومده که مثلا یه موردی یا شب زنگ زدم یه نفر دستم در کار قضای اعدام زیر 18 سالی بود متوقف کردن. ببینید این اتفاقا میفته. من بحث هم اینه عدالت اتفاقی همیشه تو همه جای دنیا وجود داره و ممکنه. ما دنبال عدالت سیستماتیکی، عدالت موردی و اتفاقی دردی و درمونه میکنه. که من میگم که اگر الان فرض کنید شما چند نفر رو بردید محاربه، به محاربه محکوم کردید، آیا راهی وجود داره که مثلا بشود جلوی اینو گرفت؟ خب مطبوعات که جرأت نمیکنن نقد کنن، نقد کنن برخورد میشه، میگن مثلا شما کیس امنیتی نباید وارد میشه. سیستم قضایی هم یه جوری طراحی شده که بعضی پرونده‌های خاص به شعبات خاصی داده میشه. ببین من الان با قاطعیت میگم بعضی پرونده‌هایی که تو همین جریان جنبش مهسا رفع حکم اعدام گرفت، بدون 1% تردید به شما میگم این پرونده اگر به شعباتی غیر از این چند شعبه خاص رفته بود قطعا همچین حکمی نمیدادن و قطعا کسی توش اعدام نمیشد. خب حالا چه جوری میشه جلو اینو گرفت؟ توجه میکنید؟ بخاطر همین به نظرم ما باید انتظارمون یه مقداری معطوف به واقعیت. منظور من این بود که در خیلی کوتاه در یه جمله اجایی رئیس دادگاه سال 79 شما تفاوت کرده، امروز فرق کرده نظرش. اجایی که سال 79 رئیس دادگاه شما بود، رئیس دادگاه پرونده شما بود، ایشون رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت رئیس خود بود، پرونده نبود که قاضیش هم مرتضوی بود. قاضیش مرتضوی بود و ایشون رئیس مجتمع بود، در واقع پرونده ایشون باید ارجاع میداد. و من حال میگم تفاوت کرده این آقای اجایی با اون آقای اجایی. آره ببینید الان ما اگر بخوایم ظواهر رو نگاه کنیم این آقای اجایی امروز با اون اجایی فرق میکنه. منتها عرض کردم این تفاوت برای یک کسی مثل باید تفاوت کافی نیست. من اون چیز که برای مهمه اینه که فرض کنید الان تو عمل چه اتفاقی افتاده. مثلا برای مثال ببینید من اعدامه برام یه شاخصه،
این خیلی مسئله بود. ببین الان اعدام که میگی متاسفانه، متاسفانه تو جامعه از بس که خبر اعدام یاد برای همه عادی شده. اثرات فسادهاش مردم، ببین مردم متاسفانه یه چیزایی تو خودشون گرفتارش نشن اهمیتشون نمیفهمن. مثلا مردم خبر اعدام توی این روزنامه که میبینن اصلا ازش رد میشن، میرن خبر فوتبال رو میبینن. ولی اگه مثلا یه عضو خانواده‌اش حکم اعدام بگیره، وقتی روی نسبت به خبر اعدام دیگه حساس میشه. این خیلی خودخواهانه است، این خیلی هم وجود داره، یعنی یکی از نشانه‌های چیرگی خودخواهی توی جامعه است. من میخوام بگم که جامعه انقدر بی‌تفاوتی وجود داره که واقعا کسی متوجه ابعاد مسئله نیست. من باور کنید خودم هر یه خبر اعدام، حتی طرف مجرمه ها، اصلا خبرش که میاد یا میشنوم اصلا تنم میلرزه، اصلا گاهی اوقات تا دو سه روز حالم بده، اصلا تصورش میکنم یه آدم برای مجرم الان به دار کشیدن، یه آدمه، یه آدمه، توجه میکنید؟ خب برای من مثلا این خیلی شاخص مهمیه. نگاه میکنم میبینم مثلا آیا آمار اعدام ها در زمان آقای اژه‌ای نسبت به قبل کاهش پیدا کرد یا نه؟ اگر کاهش پیدا کرد، وقت من جوابم به شما مثبته، میگم که دور آقای اژه‌ای حتما خیلی دوره بهتری است. میگم بهتر نسبت به گذشته ها، نمیگم ایدئاله، نه. و امیدوار میشم به اینکه این روند ادامه پیدا کنه و بازم بهتر بشه. ولی اصلا الان اتفاقی که افتاده اینه که حتی آمارش هم بیرون نمیدن. ببینید اصلا یکی از چیزهایی که برخلاف قانون، طبق قانون، قانون مصوب رسمی کشوره، کسی که اعدام میشه باید خبرش، عکسش، اینا بیاد تو روزنامه، باید چارمون پیدا کنه. اینا حتی خبر اعدام هم نمیدن. قبلا توی سایت دادگستری هر استان میومد، یعنی روزنامه ها که خبرها دیگه داده نشد جمع شد، سایت دادگستری استان میزد که مثلا این اعدام در روز گذشته انجام، این هم الان جمع شده. آمار زندان ها یه دوره سایت سازمان زندان ها هفتگی هم بروز میکرد، یعنی شما آمار زندانی ها رو داشتید، به تفکیک هم داشتید، به تفکیک استان، به تفکیک سن، به تفکیک جنس. خب آسیب شناس ها، محققین علوم اجتماعی بر اساس آمار تحلیل میکردند، کار این آمار رو حذف کرده. شما آمار ندارید، شما دست محققین رو بستید، اصلا کسی نمیذارید بفهمه چه اتفاقی داره میفته، من چجور میتونم ارزیابی کنم؟ ولی بر اساس اخباری که داریم، بر اساس زندانی ها خبر میدن، خانواده هاشون خبر میدن، بر اساس اطلاعاتی که از مجاری مختلف به دست میاریم، من ببینم آمار اعدام ها اصلا کاهش پیدا نکرده. اصلا تو همین دو سه ماه اخیر، اصلا بعد از قضیه غزه، اصلا آمار اعدام ها بیشتر هم شده. این برای من مهمه. بنابراین که شما میفرمایید بله، من آقای اژه‌ای امروز و آقای اژه‌ای سال 72 قطعا به شما میگم متفاوته، لااقل نمای بیرونیش خیلی متفاوته. ولی من به عنوان مدافع حقوق بشر برام یه شاخصایی مطرحه که باید اونجا ببینم چه تغییری اتفاق میفته. به عنوان آخرین مورد، شما الان خطری احساس میکنید نسبت پرونده هایی هستن که احساس خطر نسبت اعدامشون میخوای به مردم بگید یا اعلام بکنید؟ پرونده های امنیتی، سیاسی یا اعدامی هایی در فراوان ببینید دارید؟ کسانی موردی دارید بگید؟ ببینید من مثلا حالا پرونده های البته اینا میگم پرونده های امنیتی، واقعش خیلی نه امنیتی نیست، پرونده سیاسیه. یکی از ابداعات زشتی که واقعا رواج پیدا کرده اینه که این آقایون برای اینکه نمیخوان بپذیرن ما زندانی سیاسی داریم، اومدن عنوان امنیتی اختراع کرده، میگن زندانی امنیتی. مثلا آقای تاجزاده، آقای مهدی معمودیان، آقای سعید مدنی، آقای رزاق، اینا کدومشون زندانی امنیتی هست؟ اگه شما منظورتون از زندانی امنیتی زندانی است که مثلا منتسب به گروه تروریستی و خشن و اینا، نمیدونم بعضی ها وکیلن و آقای نجفی، نمیدونم خانم محمدی، نرگس محمدی، آقای داوودی، خب ایران مثلا چه جرم خوشونت باری داشتن، مثلا چی داشت؟
خیلی از دستان سیاسی هن. اصلا معلم سو آقای عبدی سرد کجا جرم خشونتباری داشته. ببینید این یه نکته هست، من میخوام بگم واقعا خیلی از اینا پرونده هاشون واقعا به لحاظ قانونی محل ایرادای اساسیه، نه ایرادای جزئی. منطقه ایرادای اساسی رو میگن خب مسیر قضایی داره دیوان. خب آقا شما بذارید کانالیزه نکنید، بذارید به جای چند تا شعبه خاص تو خیلی از شعبات که قطعا اگه بره رأی دیگه میدن بذارید اونجا بره، وقت شما ببینید اینا تو زندان میمونن یا نمیمونن. یا مثلا فرض کنید آقای دکتر قره‌حسن رو، خب من یه چیزی مفصل نوشتم، حالا خوشبختانه روزنامه جوانم مفصل منتشر کرد، حالا خیلی دوستانم تعجب کرده جوان روزنامه اصولگرای جوان. خب البته این مثبته، این که مثلا روزنامه جوان بیاد و از کنه. یه پاسخی من دادم که توی پاسخ گفتم آقا به لحاظ قانونی اصلا محکومیت که برای آقای دکتر قره‌حسن لو خانومش داده شده مطلقا فاقد وجاهت حقوقیه، مطلقا. یعنی به عنوان آدمی که جزئیات پرونده شما شانس بوده چون یه اختلاف نظری بعد اونجا هم توضیح دادم ادلهشو، بعد شعار میدن میگن بله اینا تروریستن اومدن تو اون صحنه زدن کشتن. خب زدن چه ربطی به آقای قره‌حسن رو داره؟ خود قاضی که بله. با همه تندیش حکم داده ایشون رو متهم نکرده به دخالت در قتل. آقا شما چی میگید تو این جفسازی و تبلیغاتی که میکنید؟ و بعدم بعضی از ادله‌ای که آوردن ادلهش بی اساسه، از اون ور ادله‌ای که ارائه شد برای بیگناهی محکم‌تر بود ولی اصلا توجه نشده بهش، توجه میکنید؟ و حالا یه جزئیاتی هم نمیشه گفت که مثلا فرض کنید واقعا قاضی که حکم میده فرض کنید چه حرفایی میزنه، چه استدلالایی میکنه نه تو سن دادگاه تو مثلا بله تو حالتهای دیگر. یعنی میخوام بگم مواردی که واقعا محل مناقشه هست خیلی جدیه، ولی چجوری باید رسیدگی بشه؟ شما ارجاع میدید به یک مسیری که این مسیر الان خودش مشکل داره، مشخصه مثلا تکلیفش هم روشنه. آره مثلا شما ببینید بسیار از آقای به دو تا شعبه ما داریم تو دادگاه انقلاب، از شعباتی هن که اصلا تو افکار عمومی روشون موزه هست، جامعه حقوقدانا به کل اصلا معتقدن که اینا شونات قضای رعایت نمی کنن. توجه میکنید؟ شما ببینید بسیاری از پرونده های مربوط به اعتراضات، پرونده های سیاسی، حالا اینا میگنم همه میره دوتا شعبه خاص، تج نظرشون میره دوتا شعبه خاص. چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا اینجوری کانالیزه میکنید؟ بعد هر کی حرف میزنه میگید خب این مسیر قضاییش رو طی کرده، طی نکرده. شما در واقع اومدید این کانالیزه کردید، یعنی نگذاشتید این مسیری که باید طی بکنه فرستادید یه شعبات خاص. مشکل ما شعبات خاص، مشکل قوه قضاییه نیست. ما واقعا صدها قاضی داریم، قضات شریف، واقعا قضاتی که باید بهشون اقتدا کرد، بسیار انسان شریفیه، کم هم نیستن. مثالش هم در مورد ایمیل خودتون زدید. بله در مورد ایمیلی که بله بله مثالش رو زدید. فراون اونا بعضیشونه، من واقعا بعضی قضاوت میشناسم به نظرم از لحاظ شخصیتی و از لحاظ حقوقی حقیقتا اینا در تراز بین المللی میتونن مطرح باشه، تو همین دیوان عالی کشور، تو جای دیگه. یعنی من مثلا وقت میبینم باشون صحبت میکنم، مقالاتشون رو میخونم، ولی اینا جایگاهی ندارن، یعنی تو خیلی این پرونده ها دخالت داده نمیشه، اینا میذارن کنار. چند تا شعبه و چند تا قاضی خاص با آبرو و حیثیت صدها قاضی و کل قوه قضاییه بازون. من سوالم اینه که این چند تا شعبه خاص رو چرا، چه مسئولیتی، چه عاملی به اینا مسئولیت داده؟ چرا جرأت نمی کنید اینا رو تغییر بدید؟ چرا جرأت نمی کنید قاضیش رو عوض کنید؟ چرا جرأت نمی کنید پرونده رو به شعبه دیگه بدید؟ از کجا هدایت شده که چند تا شعبه خاص ما داشته باشیم که فقط پرونده رو بدیم اینجا؟ این از کجا داره؟ اون پاشنه آشیل جمهور اسلامی هم همینجا هست. شما نمیدونید از کجا؟ چرا؟ همه میدونن، همه میدونن. بله بالاخره ببینید چیز نیست، با همون قضات هم که صحبت کنید میدونن، هم میدونن که
حجاب بگرنه خیلی از اینا اصلا واقعا اگر یه سری این کاپیتالیسم قضایی که ایجاد شده نبود، اصلا چه بسا بعضی هاشون خودشو اصلا در مزان اتهام بودن. درجه میکنی؟ میخوام بگم آقا چجور چند نفر میتونن با اعتبار این همه قوضی و قوه قضایی و کشور بازی کنن و محکم هم سر جاشون باشه. بس منه. حالا آقای اژه‌ای اگه جرأت کرد یکی از اینا رو عوض کنه، وقت من به شما میگم که عمل کردش خوب، آره یه اتفاق خوبی افتاده. آقای شاهرودی وقتی اومد گفتند که ایشون اولین تصمیمش اینه که آقای مرتضوی برداره، تصمیمم گرفت، جانشونش هم تعیین کرد، ولی یه دفعه دیدیم بدا حاصل شد. بش میکنه؟ خب یکی از آقایون قوه قضاییه بود، من گفتم پس چی شد گفتید که ایشون برای اینکه نشون بده تغییر اتفاق افتاده میخواد این کارو بکنه؟ و حالا گفتن که ایشون مثلا شمشیر اسلام رو دست نزنید. خب موند اتفاقاتی بعد افتاد. اون اتفاقاتی افتاد که واقعا لطمه هاش جبران پذیر نیست. توجه میکنه؟ خب بگم اینا چیزایی نیست که آدم نادیده بگیره و بعد بشینه سر ارزیابی. اینا رو ما خیلی از آقایون دیدارا گفتیم، مثلا بعضی از همه قضات، مسئولین قضایی، حتی میگم خودشون هم یه بار یه گفتگوی ترتیب دادن، من همه مطالب گفتم، والا درست 50% حذف شد ولی همونی هم که منتشر کردن به هر حال درده و دغدغه‌ای بود که برای ما انتظار داریم به عنوان یه آدمی که به هر حال آقا 20 سال 30 ساله داره کار حقوقی، کار حقوق بشری میکنه، کار انجیوی میکنه، نهادهای مدنی باش بوده، سر کار داره، توقع داره که توجهی بشه دیگه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تشکر. سخن پایانی استاد؟ سخن پایانی دارید بینندگان؟ نه سوالی پایان پیدا میکنه نه جوابی. بله ما در خدمت. حتی هیچ چیزی پایان نداره توی این عالم. سخن پایانی من همین جمله‌ای که گفتم، یعنی من معتقدم هیچ چیزی پایان نداره. ما هم به پایان فکر نمی‌کنیم، به حال فکر می‌کنیم، به بهبوده وضعیت البته آرزو می‌کنیم، دعا می‌کنیم که فردای بهتر، آینده بهتر. و واقعیتش هم اینه که امیدوار بودن خیلی سخت شده، خیلی سخت شده، جوری که بعضی وقتها ممکنه به بلاهت بزنه. حتی بعضیا وقتی مثلا ببینن ما همچنان میگیم، به ما میگن تو کامنت ها خیلی خوبه، من شبکه‌های اجتماعی از این لحاظ دوست دارم، هرچند بعضیا بیرحمانه میتازن، بیرحمانه حرفای میزنن، بی‌انصافی میکنن، ولی همون رو هم ارزش داره. بعد تازه میفهمم یه وقتی مرحوم آیت الله منتظری حالا برخلاف همه مسئولین دیگه ایشون میگفت که نامه ها رو همه رو بدن بهشون بخونه، از جای مختلف کشور نامه میومد، مثلا که شبکه های اجتماعی نبود، وقت به شکل نامه بود. مسئول نامه هم داماد ایشون بود، یکی دیگه دامادشون آقا مرتضی. و آقای منتظری همیشه بهشون تاکید میکرد که نامه ها رو غیر از که خلاصه میدادن کاملش هم بدن. بعد میگفتن آقا بعضی اینا فوش های خیلی بدی داره، میگفت همین فوش ها هم حرف داره و اینا رو بدید، گاهی همین فوش هایی که شما خیلی بد میدونید توش یه حرف های از آدم باید بهش توجه کنه. میخوام بگم واقعا این کامنت ها بعضی ها خیلی گزنده و غیر منصفانه است، ولی ارزش داره، یعنی آدم از توش یه حقایقی رو میفهمه. و من میبینم که بعضی ها از این که مثلا همچنان شما میگی مینویسی، میگن که یعنی شما هنوز امید به اصلاح دارید، هنوز فکر میکنید ممکنه تغییر اتفاق بیفته، شما بیداره میشید، شما فلان اتفاق رو میبینید چشتون باز نمیشه، یعنی ملامت میکنه، یعنی انقدر فضا سنگین شده که واقعا امید داشتن و امیدوار بودن رو سخت کرده، جوری که گاهی اصلا آدم احساس میکنه مضحکه میشه پیش دیگران. و
مردم میگن آقا دیگه تکلیف روشنه، وضعیت روشنه، آقا یا این ور یا اون ور، میدونید اصلا به این سمت میبرن. به همین جهت شما گاهی احساس میکنید جایی ندارید. یعنی تو حکومت که میگن آقا اینا سیانمایی میکنن، غرغر رو اندق میزنن، تو مردم هم میگن آقا اینا مثلا آدمای خوشبین، حالا خیلی البته منصفانه میگن خوشبین، بعضی میگن اینا مثلا زینف ان، اینا نمیدونم مالکشن. خب بگم خیلی واقعا جایگاه دشواری است. با این حال ما همچنان سعی میکنیم امیدوار باشیم و خسنه. حالا من وقتی بابای منتظر میگفتم، گفتم کسی قرار باشه خسته بشه، شما یعنی آدمی یه عمر مصیبت، قبل انقلاب بعد انقلاب، ولی تا آخرین لحظهش خسته نشد. من بهشون که نگاه میکردم گفتم واقعا دیگه روان نیست ما بخواییم خسته بشیم، خسته بشیم و ناامید بشیم. امیدواریم که یه تغییر خوبی اتفاق بیفته. تشکر استاد، ممنونم از شما، همه واقعا حوصله به خرج دادید. خیلی ما امروز شما رو اذیت کردیم، تشکر مجدد و تشکر میکنم از شما که برنامه ما رو تا انتها دنبال کردید. نظرات شما رو خواهیم دید. متشکرم.